نادرشاه افشار که پیش از پادشاهی نادرگلی خوانده میشد، یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران بوده است. برخی از تاریخ نگاران غربی لقب شمشیر ایران، ناپلئون ایران و اسکندر دوم را به وی دادند. در دوران حکومت وی، ایران به بزرگترین وسعت خود از زمان سقوط شاهنشاهی ساسانی رسید. سرکوب افغان‌ها، بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور، فتح دهلی و ترکستان و جنگ‌های پیروزمندانه او سبب شهرت بسیارش شد. نادرگلی در سال 1067 شمسی در کلات نادری خراسان به دنیا آمد. افشار یکی از ایل‌های ترکمن بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی همراه با 6 ایل بزرگ ترک به ایران آمده و شاه اسماعیل به یاری آنها پادشاهی صفوی را بنیانگذاری کرد. در سال 1101 خورشیدی افغان‌ها به رهبری محمود افغان اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسین صفوی را به قتل رساندند. با سقوط اصفهان، پسر او به نام شاه طهماسب دوم خود را پادشاه ایران خواند. اما حاکمان نواحی گوناگون کشور حاضر به اطاعت از او نشدند. محمود افغان که تنها بر اصفهان حکومت می‌کرد، به دست پسرعمویش به نام اشرف افغان به قتل رسید. همزمان با این اوضاع، نادر به شاه طهماسب پیوست و سردار سپاه او شد. اولین اقدام نادر جنگ با ملک محمود حاکم سیستان بود که مانعی بر سر یکپارچگی پادشاهی ایران به حساب می آمد. نادر توانست ملک محمود را شکست دهد و حاکمیت شاه ایران را در خراسان و سیستان برپا نماید. پس از آن برای به قدرت رساندن شاه طهماسب با افغانها وارد جنگ شد. در سال 1108 خورشیدی رئیس افغان‌ها یعنی اشرف افغان را در نبرد مهماندوست در نزدیکی دامگان، سپس در نبرد مورچه خورد در نزدیکی اصفهان و برای بار سوم در نبرد زرگان در نزدیکی شیراز شکست داد. او سپس در تعقیب اشرف افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود کرد. بدین ترتیب شورش افغان‌ها که نزدیک بود کشور ایران را برباد دهد، پس از 7 سال فرو نشست. نادر اکنون سپه سالار ایران زمین بود و کم کم قدرت او به جایی رسید که حکومت خراسان، مازندران، سیستان و کرمان از جانب شاه به او سپرده شد. نادر سپس با دشمنان خارجی وارد جنگ شد و با سپاهی اندک از مشرق به سوی مغرب ایران تاخت و تا قلب کشور عثمانی پیش رفت و سرزمین‌های بسیاری را به خاک ایران افزود. از آنجا که به قفقاز رفت و در کمال تعجب دید که روسا پیش از روبرو شدن با او پا به فرار گذاشتند. نادر تا پایان سال 1114 خورشیدی از طریق یک رشته پیروزی ها اعتبار کسب کرده و وضعیت نظامی را تثبیت کرده بود. او حکمرانان و کت خدایان را در اقامتگاه بزرگی در دشت مغان جمع کرد و اعلام کرد که آنچه میبایست انجام داده و تصمیم به کنارگیری دارد. بزرگان کشور که میدانستند او مایل به سلطنت است، به اتفاق آرا وی را به سلطنت برگزیدند. بدین ترتیب شاه عباس سوم صفوی از شاهی عزل شده و حکومت سلسله افشار با پادشاهی نادر آغاز میگردد. نادرشاه به مدت 12 سال حکومت کرد و در این مدت دائما به لشکرکشی به نواحی مختلف مشغول بود. در این زمان توانست بحرین، قندهار، خوارزم، بخارا و بسیاری نواحی دیگر که برای سالها از ایران جدا شده بودند را به کشور ایران بازگرداند. مهمترین فتح او فتح هندوستان بود. افغان‌های مخالف نادرشاه پس از فتح قندهار به دست نادر به دهلی گریخته بودند و ورود دوباره آنها به محض دور شدن نیروهای ایران بارها تکرار می‌شد. نادرشاه 3 بار به پادشاه هند محمد شاه گورکانی اخطار نمود که نظامیان اشرف افغان حدوداً 800 نفر را به ایران تحویل دهد، اما در هر بار پاسخی دریافت نکرد. نهایتاً نادرشاه برای نشان دادن عزم خود به گرفتن پاسخ، محمد خان ترکمن یکی از نظامیان شجاع خود را به هند فرستاد که کشته شد. کشتن سفیر نادر گناهی نبود که شاه از آن بگذرد.
با تصمیم نادرشاه سپاه ایران از رود سند گذشت و در جنگ کرنال هندی‌ها را شکست داد و دهلی را تصرف کرد. سپس 800 افغان را در بازار دهلی دار زدند. نادر به رغم کمی سپاهیانش در مقابل لشکریان فیل سوار هندی توانست با بکارگیری تاکتیک‌های نوین جنگی پیروز شود. در جنگ کرنال در طی یک روز بین 20 تا 30 هزار سرباز هندی کشته شدند. به ناچار محمد شاه از نادر امان خواست. نادر در قبال گرفتن کلید خزانه سلطنتی هند عقب نشینی را پذیرفت. نادر شاه با غنایم فراوان که از هند به شنگ آورده بود به ایران بازگشت. میزان غنایم به حدی بود که نادر برای 3 سال از گرفتن مالیات در ایران چشم پوشید. در این میان جواهراتی چون کوه نور، دریای نور و تخت طاووس شهرت بسیار دارند. نادرشاه در اواخر عمر خود تغییر اخلاق داد و پسر خود رضا گلی میرزا را کور کرد. سپس از کار خود پشیمان شد و برخی از اطرافیان خود را که در این کار آنها را مقصر می‌دانست کشت. پس از کور شدن شاهرخ، اوضاع به گونه‌ای شد که همواره گمان می‌کرد اطرافیان قصد خیانت به او را دارند. برای اینکه کسی جرأت خیانت پیدا نکند، شروع کرد به کارهای دلخراش انجام دادن. برای نمونه سر حاکم کرمان را از سوراخ دیوار عبور داد، به 4 گاو بست و آنها را حرکت داد. حاکم کرمان درد 1000 مرگ را کشید و همه اعصاب او پاره شد. نادرشاه برای تامین هزینه های جنگ خود مجبور بود تا مالیات های گزافی از مردم بگیرد. به همین دلیل شورش هایی در جای جای کشور روی می داد. در سال 1126 خورشیدی، زمانی که نادر برای رفع یکی از این شورش ها به خراسان رفته بود، جمعی از سردارانش به رهبری علی گلی خان شبانه به چادر وی حمله کردند و او را به قتل رساندند. پس از مرگ نادرشاه، بسیاری از فرزندان و خاندان وی توسط برادرزاده نادر، عادل‌شاه کشته شدند. با افول دولت نادری، سرزمین پهناور فلات ایران که بعد از 900 سال زیر یک پرچم در آمده بود، از هم پاشید. آرامگاه نادرشاه بنایی است در شهر مشهد که به یاد بود او در سال 1342 توسط هوشنگ سیحون طراحی و ساخته شد. این آرامگاه در قسمت مرکزی که محل تدفین نادرشاه می باشد از 2 تالار موزه تشکیل شده است که یکی از آنها موزه اسلحه دوره های مختلف تاریخ ایران و دیگری آثار مربوط به زمان نادرشاه را نمایش می دهد.